دوستای عزیز سلام. موزه مردم شناسی در سال 1391 در ولسوالی جوغوری تأسیس گردید. این موزه به هدف رشد هویت فرهنگی و مردم شناسی به همکاری جمعی از فرهنگان این ولسوالی ایجاد شد. در موزه مردم شناسی آثار زیادی از دست داشته های بومی مانند دست نوشته ها، ابزار کار سنتی، صنایع دستی، لباس های محلی، تصاویر چهره های شخصیتی موجود است. آقای عزیز کارلو یکی از مؤسسین این موزه در رابطه میگوید موزه مردم شناسی جاوری در سال 1390 طرحش توسط دکتر شریعتی من عزیز کارلو مدرسه محمد نسیم توکلی و ظفر شریف خان و محمد یونس سمی اینا را مجموعاً همین 6 نفر بودیم که در سری پولی سرکاری یا لبی دریا با هم شیشتیم و در مورد ایجاد یک موزه مردم شناسی با هم گفتگو کردیم و به توافق رسیدیم و در سال 1391 عملا به اصطلاح موزه مردم شناسی تحقق پیدا کرد و یک مقدار آثار عتیقه و گرانبها را که از داشته‌های معنوی و فرهنگی ای مرزوبوم هست جمع‌آوری کردیم و جا از طرف یا مکان یا ساختمان یا یک اتاق از طرف ولسوالی برش داده شد. موزه مردم شناسی ولسوالی جاغوری در سال 2013 میلادی در ولایت غزنی به نمایش گذاشته شد. این نمایش به هدف استقبال معرفی غزنی به عنوان پایتخت جهان اسلام که از سوی یونسکو اعلان شده بود برگزار شده بود و در میان سایر نمایشگاه‌هایی که از سایر ولایات و ولسوالی‌ها در آن اشتراک داشتند ولسوالی جاغوری در صدر بهترین نمایشگاه جشنواره سال 2013 غزنی معرفی گردید شد و در سال 2013 که ولایت غزنی به نام پایتخت تمدن اسلام نامگذاری شد و امی آشیا را ما بردیم در اونجا به نمایش گذاشتیم و در بین 34 ولایت امی ولسوالی جاغوری مقام اول را حائز شد و برایش تقدیر نامه داده شد و اینکه چرا به این روز و حال افتاده سال 1397 این جنگایی که در مسیر بابا و قول و داود و فاتو صورت گرفت و نظامی ها دولتی اردو و امنیت و پلیس که از کابل بخاطر تخویه از جبهات آمده بودن خود نسبت کمبود جا از طرف ولسوال یا رؤسای محلی و حاکمان محلی اتاق باز شده و آشیا جمع شده و استفاده صورت گرفته است. این موزه در سطح یک ولسوالی دارای بهترین آثار تاریخی و میراث‌های فرهنگی می باشد که در جمع آوری آن مردم منطقه نیز همکاری و تلاش ورزیدند که در روزهای نخست کاری بیشترین بازدید کننده ها را به همراه داشت. مردم تا جای بد نبودن، مردم را احساسش نباید نادیده بگیری و در آینده هم اگر چنین جا و مکانی مناسبی برزی در نظر گرفته شود ما امیدوار هستم که مردم این احساس دارن و همکاری در گذشته کردن و در آینده هم خواهند نبود. در حال حاضر این موزه به اثر بی‌توجهی ریخت و پاشان دیده می شود و از آن سال تاکنون بازدید کننده هایش را نیز از دست داده است. قرار است موزه مردم شناسی در یک جای مناسب که برای آن اختصاص داده شده سر و سامان یافته و به حالت اولی خود بازگردد. بله، ما برنامه بسیار جدی و دقیق داریم و ملکیت یا جا برای ازی در نظر گرفته شده و اسناد ازو طی مراحل شده، اسنادش تکمیل شده، فقط منتظر هستیم که امنیت سطحی به وجود بیاید و یکان سازمان یا NGO یا دولتی توجه کنه تا بتانیم امروز ساختمان از را اعمار کنیم و این موزه مردم شناسی را در اوجای انتقال بدیم. همین که گفتن هویت هر جامعه فرهنگی آن است، ضرورت دانسته می شود تا در حفظ و توسعه فرهنگی با ایجاد نمایشگاه ها، معرفی شخصیت های علمی و راه اندازی برنامه فرهنگی تلاش صورت گیرد. از این جهت انتظار می رود تا فرهنگیان ولسوالی جاغوری با توجه به ارزگذاری فرهنگی موزه مردم شناسی را به عنوان یک ارزش تاریخی و فرهنگی تجدید حیات نموده و آن را مورد بهره برداری قرار دهند. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. بدرود تا برنامه دیگر.